سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 129 خب امیدوارم که ایام تعطیلات و سال نو میلادی به شما هموطنان خوش گذشته باشه و با استراحت و شرکت کردن در جشنها و مهمانی های مختلف تونسته باشین کم انرژی گرفته باشین و همینجوری که هفته پیش صحبت کردیم همتون تا الان یک برنامه مدون درست کرده باشین که هفته چند روز حداقل ورزشی را در زندگیتون داشته باشید هر کاری رو که دوست دارید انجام بدین یکی دوست داره پیاده روی کنه بره پیاده روی یکی دوست داره کونوردی بره کونوردی یکی دوست داره بره شنا یکی دوست داره بره والیبال بازی کنه یکی فوتبال یکی بسکتبال و هر حال به دور اطرافمون که نگاه کنیم صدها رشته ورزشی هست که ما هم به نوعی میتونیم در آنها شرکت بکنیم و اگه هم علاقه به این جور ورزش ها ندارید میتونید برید جیم باشگاه و یک ساعت اونجا ورزش های با وزنه بزنید ورزش های با وزنه خیلی اثرات خوبی داره و تأثیرات مثبت خوبی برای بدن داره که نباید اون را فراموش کنیم و بی اهمیت بگیریم و اگه هم هیچ کدوم از اینا رو دوست ندارید تو همین خونهتون یه متر جا لازم دارید و هیچ وسیله ای پس ببینید برای ورزش کردن هیچ عذر و بهونه ای نداری ما فقط همت میخواد همت میخواد همت میخواد و امیدوارم که در این ایام سال نو این همت شما داده شده باشه و با مشاهده این برنامه امیدوارم که در انتهای سال یا شش ماه بعد صدها نفر از شماها به پیام بدین و بگین که با دیدن این برنامه به ورزش روی آوردین و اون موقع بنده واقعا از ته دل خوشحال خواهم شد پس بازم آرزو می کنم که همه شماها در این ایام سال نو یک برنامه مدون برای ورزش و تندرستی و سلامتی در زندگیتون قرار بدید و به طور مداوم ورزش را جزوی از زندگی و فعالیت ها و کارهای روزمرهتون تون قرار بدین فرض کنید یک ساعت زیاد باست کار کنید فرض کنید یک ساعت یه کار دیگه دارید که هر روز بایستی انجام بدین همینجوری که بچه رو میبرین مدرسه میارید همونجوری که میرین سر کارتون صبح میرین شب میاین همونجوری که میرین فامیلاتون رو میبینین میاین دو ساعت مهمونی میرید همینجوری که میرید کارهای مختلف دیگه رو انجام میدین خریدتون رو انجام میدین و میبرین تعمیرگاه به همین منوال هم بایستی هفته چار پنج ساعت حداقل ورزش بکنید و اون موقع اثراتش رو خواهید دید و مطمئنا به این کار ادامه خواهید داد خب در این برنامه میخوایم راجع به مراکز توانبخشی صحبت بکنیم ببینیم مراکز توانبخشی چی هست و در کشورهای پیشرفته این مراکز چه کارهایی میکنن چجوری تاسیس میشن و با چه نوع مدیریتی اداره میشن و مقایسه هم داشته باشیم با کشور خودمون خب ببینید مرکز توانبخشی کلا به جای میگن که توسط ای از متخصصین توانبخشی تاسیس میشه و برای ارائه خدمات توانبخشی به معلولین و بیمارهای مختلف از نورولوژی گرفته تا بیماری های قلب و عروق و یا بیماری های دستگاه اسکلت از قطعی عضو گرفته تا قطع نخا و یا رکاوری بعد از جراحی ها. پس یک مرکزی که در واقع به جای اینکه به عنوان مثال در یک مطب فیزیوتراپی یک فیزیوتراپیس یا چند فیزیوتراپیس کار میکنن و خدمات فیزیوتراپی ارائه میدن یا در مرکز کاردرمانی یا شنوای سنجی یا گفتار درمانی چند از این همون میان یا یک نفر از این همکارا هم میاد یه مرکزی تاسیس میکنه که در اونجا چندین همکار از رشته های مختلف توانبخشی در کنار هم و با مشفرت و با مدیریت خوب خدمات توانبخشی را به بیماران مختلف ارائه میدن مراکز توانبخشی در کشورهای پیشرفته معمولاً توسط یکی از این متخصصین توانبخشی که شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی و متخصصین ارتوپدی فنی هست که میان همونجوری که گفتم یا به تنهایی یا با همکاری یکدیگر یه مرکز تأسیس میکنن و هدفشون ارائه تمام این خدمات در یک مرکز هست با عنوان مثال یک بچه اوتیزم رو نگاه کنید که میره به مرکز توانبخشی خب در اونجا میتونه هم متدهای درمانی فیزیوتراپی بهش داده بشه بعدش بره پیش کاردرمان یه سری تکنیک های کاردرمانی بهش یاد داده بشه روش کار کنن بعد بره پیش سن... شنوایی سنجی بعد بره پیش گفتار درمانی و الی آخر پس یک بیمار وقتی که به یک مرکز رجوع میکنه میتونه یک یا چند تا از این خدمات را همزمان دریافت بکنه و از همه مهمتر هدف این مراکز اینه که این متخصصین در پایان روز یا در چند جلسه در هفته با همدیگه بشینن و در رابطه با نحوه درمان و پیشرفت درمان و یا تغییر و بهتر کردن یا کم کردن یا عوض کردن متدهای درمانی در رابطه با این بیمار با هم می میکنن و با گوش دادن به نظرهای مختلف و متخصصین مختلفی که با اون بیمار کار میکنن میتونن نتایج خیلی خوبی را به دست بیارن و این فیدبک ها و این نظرات مختلف را با خود ببرن و موقع درمان با اون بیمار ارائه بدن که نتایج خیلی بهتری به دست میده تا اینکه ارتباطی بین متخصصین مختلف اون بیمار نباشه اون موقع کار درمان کار خودشو میکنه فیزیوتراپیست کار خودشو میکنه جناب سنجی از این کار اون دو تا دیگه خبر نداره گفتار درمانی با اون دو تا دیگه در تماس نیست و هر کی مسیر رو میره ولی در مراکز توانبخشی اینها با همدیگه دیگه میشینن مشورت میکنن اطلاعات رو رد و بدل میکنن و با برنامه ریزی خوب بهترین متدهای درمانی را برای اون بیماران ارائه میدن و همجوری که اشاره کردم در کشورهای پیشرفته این مراکز تحت مدیریت یکی از این متخصصین و مخصوصا همکاران فیزیوتراپیست هست و به همین دلیل این مراکز افیشینسی یا کارآمدی خیلی بالایی دارند و خیلی هم زیاد هستن حالا در یه سری جاها در یک بیمارستان تأسیس میشه تحت نظر اون بیمارستان هست بخشی از اون بیمارستانه در خیلی از جاها هم مراکز توان بخشی به طور خصوصی عمل میکنن و انواع متخصصین پزشکی را در اونجا دارند و به بهترین نفع درمان و متدهای درمانی را به بیماران مختلف ارائه میدن در ایران در چند وقت گذشته شاهد اعتراضات زیادی توسط همکاران مختلف رشته های توانبخشی به ایجاد این مراکز توانبخشی بودیم و دلیلش هم اینه که از موقعی که قانونی تصویب شد که این مراکز توانبخشی تأسیس بشن متاسفانه قدم اول کلا اشتباه برداشته شد و تأسیس این مراکز توانبخشی را به همکاران مختلف رشته های پزشکی و مخصوصا متخصصین ارتوپد متخصصین طب فیزیکی متخصصین نورولوژیست و غیره دادند و اختلاف اصلی و مشکلات اصلی در ایران از همینجا به خاطر چگونگی و قواعد و اصول و پالیسی های تأسیس این مراکز ایجاد شد که در چند هفته اخیر حتی دانشجویان و همکاران فیزیوتراپیست و کاردرمان و شنوای سنجی و غیره در شهرهای مختلف اعتراضاتی حتی داشتند و حقشون هم هست چرا که این مراکز بایستی توسط متخصصین توان بخشی تأسیس بشه و مخصوصا توسط اونها مدیریت بشه از طرف دیگه وقتی که به سیستم نظام سلامت کشورمون نگاه میکنیم و متاسفانه شاهد فساد اخلاقی و فساد کاری هستیم ایجاد این مراکز هم یک نوع بیزنس و یک نوع فساد دیگه ای ایجاد کرده به این طریق که پزشکان محترم حالا بنده کلیت نمیبندم ولی پزشکان رشته های مختلف اومدن با همدیگه در کنار اون مطب اصلی که دارن فقط و فقط به خاطر بیزنس و کاسبی رفتن با همدیگه دو تا سه تا همکار یک مرکز توانبخشی ایجاد کردن و دو تا سه تا متخصص توانبخشی استخدام کردم با یک حقوق خیلی کم اونجا به کار بپردازن و خودشونم در مطب خودشون کار میکنن و فقط پولش میره جیبشون از اونور ور این چندتا متخصص معترم که اومدن این مرکز توانبخشی درست کردن دیگه بیماری را به مطبهای مختلف رشته های توانبخشی ارجاع نمیدن و تقریبا میتونیم بگیم همه بیماران را ارجاع میدن به اون مرکزی که در واقع خودشون تأسیس کردن در واقع شده یک سیستم کاملا اشتباه و پر از فساد اخلاقی و این همکاران الان جسارت نمیکنم بنده ولی متاسفانه این نو کار و این نوع مدیریت در نظام سلامت ما جز بدتر کردن شرایط جز بالا بردن پورسانت ها جز رشف دادن بیشتر هیچ سودی برای بیماران نداره و این بیمارم اتفاقا سردرگم میشه چرا که وقتی میره پیش یک متخصص ارتوپد یا نورولوژیست یا یک کاردیولوژیست و ایشون یه امضا میزن و میگه برین خیابون سعدی بر فرض مرکز تمام بخشی اینجا بهترین خدمات بهشتون میدن و خودش هم مدیر اونجاست در صورتی که شاید ماهی سالی یک دفعه هم اونجا سر نزنه حتی اگه همونجا هم باشه یک نورولوژیست نمیتونه مدیریت کنه بر کار یک فیزیوتراپیست یک کاردولوژی از مراحل رکاوری و درمان بیمارش بعد از جراحی سردر نمیاره که چقدر در روز اینو تمرین بده که این قلبی که بیمار بوده به بهترین حالت برگرده و متخصصین مختلف پس ببینید مثل این میمونه که یک مهندس بیاد یک مرکز توانبخشی باز کنه فرقی نمی کنه یک راننده بیاد مرکز توانبخشی باز کنه من همینجا از وزیر محترم بهداشت میخوام که هرچه سریعتر به این مسئله بپردازند و نذارن یک راه و روش جدیدی برای فساد اخلاقی و بیزنس و کاسبی بیشتر از این پیش بره این مراکز حدودا یک سالی میشه که در شهرستانها و شهرهای مختلف مخصوصا در اصفهان حتی در شهرستان کوچک رفتن مراکز توانبخشی بخشی زدن و وقتی که میری میبینی که چهارتا تا متخصص ارتوپد و نورولوژیست و کاردیولوژیست با هم نشستن یه مرکز تاسیس کردم برای پول بیشتر فقط وقتی که در عمل میری اونجا میبینی که خیلی جاها حتی یک تربیت بدنی نشسته به این بیمار تمرین میده پس امیدوارم که مسئولین محترم به این شکایت رسیدگی بکنن این قوانین و پالیسی های مربوط به مراکز توانبخشی کاملا بازنویسی بشه یک ایده خیلی خوبی هست از چندین سال پیش در کشورهای اروپایی و امریکایی این مراکز توانبخشی را داریم ولی مدیریت ها همه با متخصصین توانبخشی است هیچ مرکز توانبخشی در کشورهای استاندارد شما نمیتونید بری ببینید که مؤسسش یک نورولوژیست باشه برای اینکه نورولوژیست احتیاجی نداره ربطی نداره با کارش اون کارش یه چیز دیگه است ارتوپدی یک کار دیگه انجام میده فیزیوتراپیستی یک کاری و کار درمانی و شنوای سنجی و گفتاردرمانی درمانی یه کار دیگه ای ما نباید اینقدر تو کار همدیگه دخالت بکنیم و مشکل بسازیم برای بیماران عزیز ببینید یک بیمار وقتی میاد پیش شما به حرف شما اعتماد میکنه شما نبایستی به خاطر اینکه چون مرکز مال شماست و از این طرف هم میدونی فیزیوتراپیست خیابون بغلی بهتره اون بیمار رو به مرکز خود معرفی بکنید و نذارید اون بیمار به فیزیوتراپیست یا کاردرمانی که همسایه شماست بره به خاطر اینکه چار من تومن پول بیشتر در بیارید همینجوری که بارها بنده اشاره کردم مشکل اصلی نظام سلامت ما عدم قوانین و اصول اخلاقی و کدهای استاندارد اخلاقی است امیدوارم که مسئولین و معاونین وزارت بهداشت خود وزیر بهداشت دخالت بکنه و این قوانین رو پیاده بکنه در تمام رشته‌های شاخه‌های پزشکی و پیراپزشکی عدم اجرایی شدن و اجرای دقیق این کدهای اخلاق حرفه‌ای باعث شده که نظام سلامت ما روز به روز دوچار مشکلات بیشتری بشه و اگه از الان اقدام نکنیم و همجوری که بارها گفتم این کدهای اخلاق حرفه ای را به طور دقیق اجرا نکنیم متاسفانه روز به روز شاهد دستاندازی ها و دخالت رشته های مختلف در کار یکدیگر خواهیم بود برای اینکه هیچ مرز و تفاوتی دیگه بین هیچ رشته ای نمونده هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام میده کمی مونده که بیمار ریوی بفرستن پیش ارتوپد و یا بیمار زانو درد بفرستن پیش دکتر قلب و عروق ببینید شما این همه نکات مختلف مصابه های مختلف اخبار مختلف در رسانه ها راجبه مشکلات نظام سلامت می‌شنوید ولی تقریبا هیچ کسی از اخلاق حرفی در نظام سلامت حرفی نمیزنه دلیلش هم من به طور واضح میگم امیدوارم دوستان ناراحت نشن دلیلش هم اینه که دچار مشکل هستن و به یک طریقی خیانت میکنن دزدی میکنن بیمار رو یک دقیقه بیشتر ویزیت نمیکنن فقط دارو میدن به جای اینکه چهار تا تمرین به این بیمار داده بشه به جای اینکه چهار تا ورزش به این بیمار داده بشه یا زیر تیغ جراحی میفرستن یا با داروی های مختلف میخوان بیمار رو خوب بکنن در صورتی که شاید خیلی از همکاران دکتر ما در طی 15 سال اخیر چهار تا مقاله هم نخونده باشن ولی تو مطبش نشسته همینجور نسخه مینویسه نسخه مینویسه داروی که مال 20 سال پیشه داروی که از بازار خارج شده دارویی که ثابت شده برای این بیماری اثری نداره ولی همینجوری می فقط برای اینکه کاسبی شده پس چلنج اصلی نظام سلامت ما اخلاق حرفه ای است اگه اخلاق حرفه ای را ما اجرا بکنیم دیگه یک همکار نورولوژیست و ارتوپد به خودش اجازه نمیده بره مرکز توانبخشی ایجاد بکنه متاسفانه انقدر عدم اطلاعات و عدم مدیریت زیاد هست که معاونین مختلف درمان در دانشگاه های مختلف در وزارت بهداشت اومده نوشته تأسیس مرکز توانبخشی یا متخصص قلب یا متخصص نورولوژیست یا متخصص طب فیزیکی یا یه متخصص دیگه ای باشه در صورتی که این مسئولیت و کار و وظیفه فیزیوتراپیست و کاردرمان و های مختلف توانبخشی است پس ببینید این قانون از پایه ایراد داره و بنده از همه مسئولین میخوام که این را بازنویسی بکنن و تأسیس و مدیریت این فقط و فقط در اختیار همکاران حوزه توانبخشی باشه و بتونیم خدمت شایانی به این همه بیمار که نیاز به توانبخشی بخشی مداوم دارن بکنیم و همجوری که میبینیم بیمارانی که نیاز به مداوم حتی در تمام طول عمرشون به توانبخشی نیاز دارن که این مراکز یکی از بهترین جاها برای همچین بیمارانی هست خیلی زیاد هستن در کشور ما از بیماران تصادفات گرفته قطع نخایی ها گرفته شکستگی های خیلی پیچیده تا بیماری های نورولوژیک معلولین جنگی معلولین سوانه طبیعی مثل زلزله تمام اینها به توانبخشی طولانی مدت نیاز دارند و این مراکز اگه با مدیریت خوب اداره بشه اون موقع اینها بهرمند خواهند شد و وقتی که یک همکار ارتوپد مدیریتی یک مرکز توانبخشی را داره و خودش تو مطبش نشسته نمیتونه اونجا رو مدیریت بکنه اصلا همونجور که گفتم اونجا هم باشه مدیریت اون توانبخشی تخصص این همکار ارتوپد یا نورولوژیست نیست و به همین دلیل امیدوارم که تمام مسئولین به این مسئله اهمیت خاصی بدن و توانبخشی توسط رشته ها و متخصصین رشته توانبخشی انجام و مدیریت بشه نه توسط متخصصین در رشته های پزشکی چرا که متاسفانه این هم بخشی از همون پزشک سالاری است که سالهاست در کشور ما متاسفانه به طور غلط مرسوم شده و فقط و فقط به مدرک بالاتر نگاه میکنن و به تایتل و آقای دکتر کردن دکتر کردنه که مسائل پزشکی ما را به اینجا رسونده در صورتی که همون دکتر یا همون متخصصی که رئیس دانشگاه است صدها دانشگاه پزشکی در کشورمان داریم یکی از اینا تا حالا شنیدین در یک مصاحبه در یک روزنامه در یک تلویزیونی راجع به اخلاق حرفه‌ای حرف بزنه ببینید نکته خیلی واضح و روشنه تا موقعی که ما اخلاق حرفه‌ای رو اجرا نکنیم به طور دقیق و پشفانه اجرایی براش نداشته باشیم همین آشوکاس متاسفانه روز به روز فساد در نظام سلامت ما بیشتر میشه و از اونور ادعاهای بیشتری مدعیان بیشتری میان داخل و هر کسی هر کاری دلش خواست انجام میده همونطوری که شاهد هستیم یک نفر از مسئولین از معاونین درمان در دانشگاه های مختلف از رئیس های دانشگاه از معاونین وزارت بهداشت از خود وزیر بهداشت هیچ جمله ای به اخلاق حرفه ای نمیشنویم و این جای سواله و این جای تاسف داره متاسفانه تمام نظام سلامت های کشورهای پیشرفته که اینقدر پیشرفت کردن به خاطر اخلاق حرفه ای بوده که از دهها سال سی سال پیش در این کشورها اجرا میشه و مو از ماس میکشن و هر کسی کوچکترین ترین خطایی بکنه بلا استثناء تایتلش رو میگیرن و من میکنن از انجام خدمات پزشکی پس امیدوارم که تمام مسئولین در هر جایگاهی که در کشورمان هستن به این مسائل اهمیت بدن و بتونن اولا اخلاق ای را خودشون اجرا بکنن و به دانشجویان آموزش بدن و مسئولین مربوطه هم با نوشتن و آماده کردن اخلاق حرفه‌ای در رشته های مختلف بیان این را اجرا بکنن و اون موقع دیگه به عنوان مثال یک تربیت بدنی نمیره در کار کاردرمانی دخالت بکنه یک کاردرمان نمیره درمان های فیزیوتراپی رو انجام بده یک ماساژور نمیره کمر درد رو درمان بکنه یک فیزیوتراپیست نمیره کار ارتوپد رو انجام بده و الا آخر و تا زمانی که این درگیری ها و این دخالت ها تموم نشه و اخلاق حرفه ای اجرا نشه فساد اخلاقی در نظام سلامت ما روز به روز بیشتر میشه و پایانی نخواهد داشت پس امیدوارم که مسئولین مخصوصا اساتید دانشگاه و اسای دانشگاه به طور خیلی واضح راجع به عدم وجود کدهای اخلاق حرفه‌ای در نظام سلامت ما حرف بزنن و به شور و مشورت بذارن و با جلسات مکرر و ادامه این بحث ها بتونن به یک نتیجهگیری خوبی برسن و اخلاق حرفی را سر نظام سلامت قرار بدیم و اون موقع شاهد بهبودی و رکاوری سریع و به موقع بیماران خواهیم شد چرا که هر کسی کارشو به طور خوب انجام خواهد داد خب در اینجا به پایان برنامه می رسیم امیدوارم که همکاران پزشک دلخور نشن از حرفای بنده که به طور واضح بیان میکنم چرا که این یک تجاوز به حقوق رشته های توانبخشی است و نبایستی یک متخصص رشته پزشکی بیاد مراکز توانبخشی هم ایجاد بکنه ایشون پول اضافی داره بره یک خونه بخره اجاره بده یا سرمایه گذاری در زمین و ملک و ماشین ماشین باز کنید اصلا اتیاج نیست مراکز توان بخشی رو هم شما اداره بکنید ممنون که به این برنامه هم توجه کردید تا برنامه بعد و هفته بعد روز روزگار خوش خدا نگهدار